فصل دهم. آنگاه فرشته پرقدرت دیگری را که از آسمان پایین می آمد دیدم. او با ابری پوشیده شده بود و رنگ کمانی به دور سرش بود. چهرهش مانند خورشید می درخشید و ساق پاهایش مثل ستونهای آتش بود. در دستش تومار کوچک باز شده بود و پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. آنگاه فریاد بلندی مانند قرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. من آماده شدم که آنچه را که رعدهای هفتگانه می‌گفتند بنویسم، اما صدایی را از آسمان شنیدم که می‌گفت آنچه را که رعدهای هفتگانه گفتند در دل خود نگاه دار و آن را ننویست. آنگاه دیدم که آن فرشته که بر روی دریا و خشکی ایستاده بود دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به آن کسی که تا به ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا و هر آنچه در آنهاست آفرید سوگند یاد کرده گفت دیگر تأخیری نخواهد شد، بلکه در آن روزهایی که فرشته هفتم شیپور خود را به صدا در می آورد نقشه های مخفی خدا انجام خواهد شد، همانطور که به بندگان خود یعنی پیامبران وعده داده بود. بعد همان صدایی که من از آسمان شنیده بودم باز با من صحبت کرده گفت برو تومار باز شده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر. پس به سوی آن فرشته رفتم و به او گفتم که تومار کوچک را به من بدهد. او به من گفت آن را بردار و بخور، اندرونت را تلخ خواهد ساخت ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد بود. پس تومار کوچک را از دست فرشته گرفته خوردم و آن در دهان من مثل عسل شیرین بود، اما وقتی آن را خوردم اندرونم تلخ شد. به من گفتند باید یک بار دیگر این پیشگویی ها را درباره امت ها، ملل و زبان ها و پادشاهان بسیار بازگو کنید.